توکسیکولوژی ادامه متال دراگو میخواییم بخونیم صفحه 19 پی دی افی. The metal ion modified protein may become neoantigen. چون آنتیجن جدید بشه اون متال. بعد چون آنتیجن میشه میتونه واکنش ایمنی را بندازه. چه مدل واکنش ایمنی داریم؟ اونا که مونوگلوبولین ای را میندازن، مونوگلوبولین ام و جی، فقط جی و چی لنفوسیت تی رو اکتیو بکنن. کیا این مونوگلوبولین ای را فعال میکنن؟ اون متالایی که باند میشن با مسلا، اون وقت میشن آنتیجن آنتیبادی ریاکشن، هیستامین لوکوتریان ریلیز میشه، باعث آسما میشن. مثلا کروم، نیکل، کوبالت و پیت پلاتین میتونن با مسل باند بشن، درسته؟ بله. شب گفتیم چی؟ نینی پیتر کرو کور شده. ایمونوگلوبین ام و جی اکتیویشن اف کمپلمان سایتولایزیس فور اگزمپل کروم پلاتین و بریلیوم. اوکی، به پی تی کر، به پی تی کر ام جی میگن. به پی تی کر ام جی بود، به پی تی کر ام جی میگن. اوکی، متال و پور ام جی ای ام جی دیگه ام جی ام ام آی جی ام آی ام من میگم ایمونوگلوبین ام و جی دیگه ام جی. آها اونطوری میگه. آها متال وپور اینهالیشن و پنومونایتیس میده، عفونت های چی؟ التهاب ریوی، سایتولایزیس بشه تو ریه، اگه اینهیل بشه ریه این مشکل سایتولایزیس پیدا میکنه. بعد ایمونوگلوبین جی پروداکشن آنتیجن آنتیبادی کمپلکس فورمیشن، گفته ایمیونو کمپلکس دپوزیشن اده گلومرولی، ایمیونو کمپلکس ایجاد بشه در کجا؟ سطح گلومرول ها. نفرایتیس فور اگزمپل مرکوری وپور نفرایتیس میده. پس اگه اون متال اون مرکوری سنگین بره تو کلیه تو گلومرول دپوزیت بشه، اوکی، میبینی اچ جی ایمونوگلوبولین جی، اچ جی ایمونوگلوبولین جی توی گلومرول، کجا؟ گلومرول اچ جی ایمونوگلوبولین جی. لنفوسیتاتی اکتیویشن، لیمفوکین ریلیز، اینفلامیشن، سلولار ایمیونو ریسپانس، فور اگزمپل نیکل، کروم، پلاتین و بریلیوم کانتاکت درماتایتیس میدن، باعث التهاب میشن. اوکی؟ دو مرتبه به پیتی کر هست، دو تا به پیتی کر نینی. به پیتی کر نینی اون چی بود؟ نینی پیتی کر کور شده. کرو کوه شده. حالا لنفوسیت تی گفتیم چی؟ به نینی پی تی کر لنفوسیت تی، تی تو کونه ننه پی تی کر. نه در کجا بودی؟ حالا اگه بریلیوم این هل بشه لان گرانولوما دیولوپمنت، تو چی میخوای ماما؟ به قربونش برم پیسمرم ها، چی میخوای؟ بیا اینجا، بیا بالا، بیا بالا، آفر یه دلمون، آفرین اونم بیاده باشه، بیارش بالا. خب گفته که کوبالت اگه این هل بشه پولموناری فبروزیز بیاره، چرا؟ چون هارد متاله و لانگ گرانولوما دیولوپمنت. همین الان سافت هارد رو یه بار دیگه ریویو کنیم. بودی سافت کنم باند بیدم هارد آیونیک باند بیده سافت الکترون کلودش لارج، فلز واسطه هست، مثل چی؟ مرکوری دو، کادمیوم دو، سیلبر یک. هارد اسبلاکه امینی، باریوم، استرانزیوم، بریلیوم، لیتیوم، حالا تالیوم و کروم استثنانی مثل، با کربوکسیلات و فوسفات و هیدروکسید، ولی اون با تیولو و متیل تیو. اینترمریت هم مثل آرسنیک و لید، آرسنیک تولید ده که با آمین و ایمین باند کوولن یا یونی میده. وای حالا صفحه شماره 20 پروتکتیو مکانیزم اگینست دتوکسیسیتی اف متال آیون.
مکانیسم های حفاظتی علیه این سمیت یونای فلزی چیه؟ مکانیسم اگین سافت الکتروفیل یه مکانیسمه، اگین فنتون ریاکشن کاتالایزینگ متال یه مکانیسم دیگه. سافت الکتروفیل گفته که تیول ریاکتیو هن، درسته؟ اینا با تیول واکنش دادن به متیل تیول. فنتون ریاکشن کاتالایزینگ متال هم یه مکانیسم دیگه علیهش داریم. حالا پروتکتیو مکانیزم اگینست سافت الکتروفیلیک تیول ریاکتیو متال ها گفته گلوتاتیون، این شکل گلوتاتیونه، گلوتامات، سیستئین و گلایسین. ساده ترین آمینو اسید گروه متیل تیول داره و اون یکی چی داره؟ گروه چی؟ گروه دو تا کربن کربوکسیل، یعنی پروپیونیک اسید داره رو چین اصلیش، پروپیونیک اسید داره. خب این تیول با متیل مرکوری، با کادمیوم دو، با لید دو و با آرسنیک سه، خب این دو تا اینترمدیت بودن، درسته؟ این یکی چی بود؟ کادمیوم و مرکوری سافت بود. سافت ها اینترمدیت ها، این چهار تا با تیول واکنش میدن. یه بار دیگه بگو: متیل مرکوری، کادمیوم دو، لید دو، آرسنیک سه. بعد ما گفته که سیستئین ریچ فانکشنالی این سیگنیفیکانت پروتئین بدیم، مثلا ما متالوتیونین بدیم، متالوتیونین، متالوتیوناین به آلمانی. 61 آمینو اسید داره این متالوتیوناین، اوکی؟ 20 آمینو اسید داشت سیستئینه، پس سیستئین ریچه، سیستئین ریچه. 6.8 کیلو دالتون وزن داره. با کوپر، با زینک، با کادمیوم، با مرکوری، با سیلور باند میشه. با کیا؟ با کوپر، زینک، کادمیوم، مرکوری، سیلور. ایندیوسیبله. کراتین بدیم، کراتین که میدونید تو ناخن و اینا به صورت نرمال وجود داره. آرسنیک، با آرسنیک، با مرکوری و با کادمیوم باند میشه. بگو: آرسنیک، مرکوری و کادمیوم. کادمیوم. خب یه لحظه کتاب دارو من نمیدی؟ اونجاست. بودو بیدو بیدو بهش مون بهش بگو بیدو، اون رفته، این بچه هم اومده، این بچه هم میره، اون بچه میاد، بچه تو بچه میشه، چه خبر بچهی میشه. متالاتیون اینا تو کتاب دارو نداشتم، اضافهش کردم. خب پس با زینک، کوپر، کراتین، کادمیوم، مرکوری و هست که میشه HIJ، درسته؟ آلی HIJ کراتین، کتوکونازول ضد قارچ سیستمیک، کتانسرین، سراتولین دو آدوسی آنتاگونیست، کربرومال سداتو هیپنوتیک، کتامین بیهوش کننده عمومی جنرال آنستاتیک و الان کراتین هم بسته اضافه بشه. پس بگو: کراتین اگنست کیا؟ سیلور، سیلور، مرکوری و کادمیوم. من پسش هم نوشتم به توکسیکولوژی. ریاکشن آف متال ویت گلوتاتیون، ریاکشن متال با گلوتاتیون. نگاه کن، متیل مرکوری یه بار مثبت، می‌بینی؟ چرا یه بار مثبت؟ چون اینجا مرکوری دوه، یه با یه بار مثبتش متیل منفی رو میگیره. چرا متیل منفیه؟
مثل سی هاش چهار بوده، هاش مثبت شد از دست داده شد سی هاش سه منفی، یه بارش میمونه برای همین یکی گذاشته بالاش. پس مرکوری دو متیل با گلوتاتیون میشه متیل مرکوری گلوتاتیون. این چیه؟ آس او هاش سه مرتبه آرسنیت. بعد میگفت آرسنوس اسید یعنی هاش سه آس او سه است، درسته؟ این آرسنیته. این کیه؟ آرسنیته. به علاوه سه تا گلوتاتیون میشه از سه طرف و سه تا گلوتاتیون داره بانده مینی؟ میشه آس سه تیری گلوتاتیون. خوب دقت کن ببینم. گله بنگلامید چی بود؟ سطح گلوکوز خونه میاره به این گلی کلازید. دیشب خوندیم گلی کلازید از مشتقات سولفانیل یورا ضد دیابت. گلی بنگلامید بود که گلی کلازید گلی بنگلامید هم همینه. گلوکاگون نه، گلایسرین نه، ولی من گلوتاتیون میگردم ندارم. خب گلوتاتیون برو صفحه بعدی لحظه دوباره ببینمش با کی قرار باند بشه. صفحه بعد عزیزم، صفحه بعد رو میرم باند. صفحه قبله، صفحه بعدی که یعنی قرار بخواه با سی های سه هایش چیه مصبت با سی دیه دوباره مصبت بگو با پی بیه دوباره مصبت. آسک فرض زد اینو کوپر راست بدن ببینین تو این بایس هاش که نمیتونه بانشه. او متالاتیونینه، این گلوتاتیونه. او متالاتیونین یه عالمه از این سیستین داره. حالا گلوتاتیون ببینه با میشه حالی که هست همه رو باید حفظ کنیم. Depletion of hepatic glutathione by dimethyl malate. ببین گلوتاتیون های کردی گفته بیلیاری اکسکریشن آف آرسنیک. اوکی اینجا بیلیاری اکسکریشن آرسنیک زیاده، حواست هست؟ ولی اینجا کم شده. چرا کم شده؟ چون دی ای ان یا دی اتیل مال آت اضافه شده. اون وقت ابالیش دی بیلیاری اکسکریشن آف آرسنیک حذف کرده. دی اتیل مال آت مالعات چی بود؟ مالعات که چیز بود دیگه. مالعات آره، ولی این مالعاته. دیازوکسید زده فشار خون گشاد کننده عروق. دیازوکساید PCDE. یعنی اینجا مالعات داده هیچ تغییر نکرده، هیچ غلظتش نرفته بالا، ولی اینجا نرده رفته بالا، درسته؟ دیتیل کربامازپین کربامازین دیگوکسین دایجستیو دی اتازین آنتی هیستامین آنتی پارکینسون دیفلونیزال انساید بوده و الان باید بگیم نیستم دی اتیل کربا دی اتیل ملاعات. چی کار میکنه؟ ابولیش میکنه؟ بیلیاری اکسکریشنه؟ ابولیش؟ بیلیاری اکسکریشن و آرسنیک. خب بعدش گفته که پروتکتیو مکانیزم. خب این که همونه که اگینست تیر ریاکتیو نداره. خب این صفحه اون صفحه چه فرقی که خدا شکر صفحه تکراریه، درسته دیگه. حالا against metal catalyzing phenton reaction اون گروه تموم شد. گروه بعدی binding protein ferritin. متالایی که به چی؟ آهنایی که به کی باندن؟ ferritin. هموسیدرین آهن سه داره. هموسیدرین همون نان سولوبل بود که حل نمیشد، رنگش بود از بین نمیره. کوئروپلاسمین کوپر دو و ملانین که منگنز دو داره. ببین اینا بیندینگ پروتئین هایی هستن که بیندینگ پروتئین هستن، خودشون متال ها دارن. و
هیدروژن پروکساید الیمینیشن انزایم تری وی فور دتوکسیفاینگ هیدروژن پروکساید در واتر وجود داره. گوز سه تا راه برای سمزدایی H2O2 در آب. H2O2 با GPO یعنی گلوتاتیون پروکسیدیز بشه دو تا آب. اون وقت دو تا گلوتاتیون بشه گلوتاتیون دیمر. با گلوتاتیون پروکسیدیز منفی یک بشه منفی دو کاهش پیدا کنه، خودش اس منفی دوش بشه اس منفی یک اکسید بشه. بعد دیگه منفی دو منفی یک اکسید میشه به خاطر همین که پروکسیدیز و پروکساید هم از بین میبره. یا اینکه با پی آر ایکس یعنی پروکسی ردوکسین پروکسی ردوکسین که دو تا تیوله بیاد دیمر بشه هیدروژن پروکساید بشه پروکسی ردوکسین مثلا جدید. و یا اینکه H2O2 با کاتالاز که این اتفاق تو پروکسیزوم میفته بشه چی؟ دو تا آب و از یه هیدروژن پروکساید با یه هیدروژن پروکساید دیگه یه اکسیژن با دو مول آب تولید بشه. پس یکی شد با کاتالاز که دو تا هیدروژن پروکساید با هم واکنش میدن O2 ترجمه میشه، یکی شد پروکسی ریدوکسین که دوباره H2O2 میشه H2O میشه دو تا H2O میشه، یکی هم گلوتاتیون پروکسیداز. آنتی اکسیدان هیدروژن اتم دونوره، کسی آنتی اکسیدانتی که بتونه اتم هیدروژنش رو دونیت کنه. مثلا گفته HX بعد Hش هم میده به رادیکال هیدروکسیل میشه آب، خودش میشه رادیکال. حالا کیا این خاصیت دارن؟ گلوتاتیون، آسکوربیک اسید، ویتامین ای یا همون آلفا توکوفرول، اینا افیشنسی هستن. ایز تول افیشنسیشون هم خیلی کمه البته، ولی این کارو میتونن انجام بدن. از آنتی اکسیدان کسی که بتونه هیدروژن اتمش رو دونیت کنه، درسته؟ مثل گلوتاتیون، آسکوربیک اسید و ویتامین ای با این واکنش. مثل قراره من این با اولیش یکیش خود نفهم بایندین پروتین فریتین. حالا فقط فعلا بدون فریتین آهن چنده؟ فریتین که آهن دوه، هماسیدین آهن سه، سروپلاسمی کوپر دو، ملانین هم که منگنز دو، اینا یه سری بیندینگ پروتین هم. حالا اینکه چی نمیدونم منظورش چیه، چرا اینجا آورده. آنتی دوت کانترکت توکسیک متال. چه آنتی دوت هایی؟ برخورد دارن با متال های چی؟ توکسیک متال کلاتورها. کامپوند کانتینینگ نوکلئوفیلیک اتم، کامپوند های کلاتورن، متال کلاتورن که شامل نوکلئوفیلیک اتم، اتم هسته دوست، یعنی خودش بار منفی داره، سولفاید، نیتروژنی که روش الکترون پر داره، یا اکسیژنی که دوتا الکترون پر داره، که میتونن باند بشن با متال های بار مثبتی که بار منفی دوست دارن، الکتروفیلیک متال، ترو کووالنت آیونیک اند داتیو باند، هر سه مدل باند. اوکی، پس تعریف متال کلاتور کامپوند هایی که شامل نوکلئوفیلیک اتم سولفور نیتروژن، نوکلئوفیل یعنی چه، یعنی خودشون بارشون چیه؟ منفیه یا الکترون پر دارن، یعنی مثل نوس که میتونن باند بشن با متال های بار مثبتی که بار منفی دوست دارن، الکتروفیلن. حالا سولفور کانتینینگ متال کلاتور ها دیتیول کلاتور، بعد او فقط اصاره حال داره بحث میکنه. چه داروایی داری؟ دی مرکاپرول. قد شد؟ بگو دی مرکاپرول. دی مرکاپرول بله اینجا هست. دی مرکاپرول گفته ترکیب شلات کننده. خب کلاته دیگه، کلاته نوشه شلات. اینجا گفته که آنتاگونیست فلزات سنگین، مسمومیت شدید با آرسنیک و طلا، مسمومیت خفیف با طلا در بالغین و کودکان، درماتیت شدید ناشی از طلا، ترومبوسایتوپنی ناشی از طلا، مسمومیت با جیوه، انسفالوپاتی حاد ناشی از سرب. گروه های سولفیدریل این دارو با فلزات سنگین به خصوص آرسنیک، جیوه و طلا کمپلکس تشکیل میدهند. به خصوص آرسنیک و جیوه و طلا. کلاتوره بگو متال کلاتور. اینجا گفته اسم تجاریش هست بالین اویل، اسمش چی بود؟ دیمرکاپرول. بگو دیمرکاپرول. دیمرکاپرول. بعد گفته دیتیول ارگانیک اسید ها دی ام پی اس و دی ام اس ای، که بعد یه آدم چند صفحه اینا رو گفته بود. چرا میگه دیتیول؟ چون اینا دوتا تیول دارن.
Is it chill? No, you did too, Nido. نه مخففش رو میگشتم. DMPS یعنی دیمرکاپتو پروپان سولفونیک اسید. دیمرکاپتو پروپان سولفونیک اسید. دایمتیدین نسل اول H1 آنتاگونیست. دایمتیدین دیفنهیدرامین آنتاگونیست H1. دیفنهیدرامین ضد سرفه است. خب من اینا رو باید همینجا اضافه کنم. بگو اسم اولیشو. DMPS مخففه چیه؟ دیمرکاپتو پروپان سولفوریک اسید. پروپان سولفونیک. این سولفونه. سولفونیک است. بعدی DMSA دوباره دیمرکاپتو سوکسینیک اسید. این دفعه سوکسینیک اسید. خب یکیش چیه؟ سوکسیمر. سوکسیمر پس ایش کن آن یکی تمام اسیدشه دیگه. نها کن دی میکاپتو سکسیمر اسید. دیگه سکسیمرش دیگه مهم نیست. چند تا اسهاش داره؟ دوتا جفتشو میبینی؟ اون یکی هم بکشم. گفته اس او سه هاش داره. سر اس او سه هاش میشه چی؟ میشه سولفون. خب اینم کشیدم. سولفون گروه چی بود؟ اس او سه هاش. دیمرکاپرول اینم گفتی. حالا با کیا باند میشن؟ اینجا گفته با آرسنیک، آنتیمونی و بیسمیت. اینجا گفته آرسنیک جیوه طلا. خب پس ما آرسنیک اس بی بیسموت هم اضافه میکنیم. آیو هاش چی؟ اینجا پی بی هم نام برده. اینجا هم گفته بود انسفالافاتی با سرب. منی؟ خب گفته که they can bind. یه بار دیگه میخوانیم. Sulfur containing metal chelator ها they can bind with arsenic. سه بار مثبت. آنتیمونیه سه بار مثبت و بیسموت سه بار مثبت. Stable complex only with DTOL chelator. فقط با DTOL chelator ها. حالا DTOL کیه؟ اینه DTOL. میبینی؟ دوتا تیول داشت. بعد طلا آیوریت، گولد، مرکوری و لید با استیبل کامله ویت ایدر مونو اندیتیول کلاتور. مثلا فرق اینا چه که دیمرکاپرول مونوه. اون یکی چیه؟ مونو نیست. مونو نیست دیه. من اینجا بنویسم ایشون مونوه. مونو کلاتور. ولی DMPS و DMSA دی تیول کلاتور. قبوله؟ خب ادامه میدیم. سولفور کانتینینگ متال کلاتور ها دی تیول. آرسنیک، آنتیمونی و بیسموت. بگو. آرسنیک، آنتیمونی و بیسموت. استیبل کمپلکس اونلی وید دیتیول کلاتور. دیگه چرا؟ میدونی چرا؟ نه. آرسنیک سه تا بار مثبت داره. سه تا دست میتونه بده من. درسته؟ مثلا اینجا نگاه کن. دو تاش میده به دو تا تیول، یکیش هم به دوم خودش میمونه. الان اسم این هست چی؟ اسمش هست لووزایت. بگو لوویزیت. لوویزیت. لوویزیت گفته کپ دبلیو لی ویلیزیدی. بیلیم بیلیم بیم. این لوویزیت کدومش هست؟ اشکالی بازم خونم. دیمرکاپرول. اول بگو.
دیمر کاپتول. دو و سه دیمر، دیمر کاپتو پروپانول یا باله. الان گفتم بال اینه دیگه، الان دیگه داره اینو میگه. آره الان گفتم اسم تجارش از بالین اویلا. خب پس یه بار دیگه باله بگو چه شکلیه، یعنی خود دیمر کاپرول. نه سمانا تو الان داری دیمر کاپرول رو میخونم. بینم که دوتا تیول داره که خب نسی دی ملکاپ تو دوتا ملکاپ این چی؟ بس الان که اونجا گفت با مونو تیول و دی تیول منظورش چیه؟ اونا چیز بود، اونا اسید سولفونیک اسید و عزیزم اونا هم دوتا داشت، من شکل اونا رو هم زدم همش دیه. اینا همه دی تیوله، من اصلا اشتباه نوشتم اینجا دیگه، دارم میگم من اینجا اشتباه نوشتم. تو کتاب اصلیم اشتباه با خودکارم نوشتم واقعا باید متاسفم. پس فرد امتحان نمینا بلد نیستی. من باید متاسفم. حالا نگرونه ها، نگرونه من سکته میزنم. خب این لویزیتا ببینم چیه، لویزیتا میدونی تو چیه؟ چیه؟ خب تو پس فرد امتحان نمیگفتم شاید تو بلد باشی. لویزیتا همون چیزه با آسانیم که دیگه دیگه چیه؟ یه چیز بده برای بدن زرده داره. ایوه نگاه کن امروز گوگل چه شکلی شده می‌بینی؟ باحال. نگاه کن یه ویروس با میشه می‌بینی؟ خوب دیده دو تا اینترنت داشته باشیم، یکیش وقت مشکل داشته، یکی وقت من اینترنت هم وصل نمیشه، یه آوردم این نزدیک دیگه کجا بیارم وصل نمیشه. میبینی که مشکل داره لپتاپ ها بیارم، این لپتاپ دوزاریه، اون زده بالایی که قدرتش که اون یکی هم وصله. آره قابل توجه دوستان ما دو خط اینترنت داریم تیمو و یو پی سی یه دونه هم از این چیزه بگیریم. برو اول قطعش کن، بودافون هم داریم هر اتاق یه خطی اینجا نگه کن اینکه نبیدیم آره دیگه همه دیگه. حالا لویزی در اتاق لویزی فارسی داره خدا شکر محصد دانشان لویزی. آخه یه خط نمیشه نشه لویزی، چیز خوبیه. نگه کن تو دونه ندارم هیچی. Louisite is an organoarsenic compound, especially an arsenic. It was once manufactured in the USA, Japan, and Germany for use as a chemical weapon. بینی chemical weapon. Acting as a vesicant. گفته یعنی blister agent، تاول ایجاد میکنه. بینی vesicant، تاول ایجاد کننده. شرفا. بعد although colorless and odorless، بدون رنگ و بدون بو. Impure sample of Louisite are a yellow or brown liquid with a distinctive odor that has been described as similar to scented geranimus. geranimus. واه چرا گل رو وا کرده؟ گل شمدانی. گفته که اینجا بود رنگ و بوش مثل گل شمدانی میمونه از اول، خب ولی بعد دیگه کم کم بی رنگ و بی بو میشه. پس سلاح شیمیاییه قبول، که بایستی از این ماسکا بزنن تا نگیرن. نوشته اسمل بوش شبیه جرامینیوس یا گل شمدانیه. فهمیدی؟ چرا شمدونی بوی خاصی داره؟ بوی شم میده. نه خونه مادر بزرگا هست. پس دیمر کاپرول میتونه که اسم دیگرش چیه؟ بال. میتونه بیاد این لویزیت که سلاح شیمیایی یاره دوتا اسا بگیره با هش باند باشه. اوکی؟
این بالا کی کشف کرد؟ سر رودولف پیتر در سال 1940. اوکی؟ اینا که کشف کردن سلاح شیمیایی ها کپیتان نمیدونم چی چی لی لوئیس، بعد اسمش رو گذاشت لوئیسیت. ادوانتج لیپید سلوبله این دیمر کاپرو لیپید سلوبله نخ وارد مغز میشه. اون وقت اگه کسی بیسموت یا لید انسفالوپاتی داره طرفو خوب میکنه. دیس ادوانتجر اکسیدایزیبل این آکئوس سولوشن، در محلول آبی اکسید میشه. اویل اینجکشن براش داریم اونلی فور اینتراماسکولار یوز. سیورال ادورس افکت هایپرتنشن تاکیکاردیا کاهش افزایش سکرشن سالایواری لاکریمال رانی نوز نازا ومیتینگ اوکی ومیتینگ برنینگ پارستزیا فبریل ریاکشن استریل ابسس ات دی سایت اف اینجکشن. ابسس میاد سایت اف اینجکشن. دوز 4 الی 6 تا 2.5 الی 5 میلی گرم، نه 4 تا 6 بار 2.5 تا 5 میلی گرم پر کیلوگرم دیلی اینتراموسکولاری. اینجا نوشته اینجکشن 300 میلی گرم پر سمیلیتر داره، اینجا نوشته که مثلا 2.5 میلی گرم پر کیلوگرم مثلا برای بچه ها خب یک بار یا دو بار در روز مدت 10 ساعت در روز تجویز شود، هر 4 ساعت نمیدونم چجوری تجویز شود. واکنش های ناخواسته تشنج استوپور کما سردر استرابی قراری یا ملیز پارستزی، اینجا هم گفته پارستزی همین رو دارم میخوام. هایپرتانسیون گذرا تاکیکاردیا ادم و اریتم تماسی احساس سوزش در لبها دهان و چشمها درد در دندانها بلفارو اسپاس لاکیمیشن رینوریا افزایش ترشح بزاق تهوع استفراغ و درد شکمی درد آبسه استریل در محل تزریق عضلانی تب درد عضلانی اسپاس و تعریق. خب دوزش چی بود؟ 4 تا 6 بار 2.5 تا 5 میلی گرم پر کیلوگرم دیلی آی ام. قبول؟ سولفور کانتینینگ متال کلاتور ها دیتیول گفت آرسنیک آنتیمونی و بیسموت استیبل کمپلکس میدن فقط با دیتیول، ولی طلا و مرکوری و لید با مونو و دی با هم کلات میدن، درسته؟ حالا داره ادامه دیتیول ها رو بحث میکنه. دیتیول ارگانیک اسید، چرا میگه ارگانیک اسید؟ چون اون یکی اسید نبود، دیمرکاپترول الکول بود، او اچ داشت. خب حالا میگه ارگانیک اسیدا، نگاه کن این دو تا کربوکسیل داره، اینم یه سولفونیک اسید دیگه، سولفونیک اسید. حالا ویژگی دیتیول دی بایندز د سیم متال آیون از بال، بال کی بود؟ دیمرکاپرول. میگه اینا هم با همون متالا میتونن باند بشن. آنیون، آنیون اینا سولوبل در آب، ولی اون آنیونش هم در آب سولوبل؟ نه چرا دیگه بود اینجا گفت لن، گفت لیپید سلوبله، لیپید سلوبله به خاطر همین اونلی آی ام داره. اله قرمش آنگاه که پاشو سرشو گوشه جا رو پایی من خب بیاد اینجا، خب بیا ما فایداد نه جام راحت تو پیش منو ایش قانیبونیش برم من اینگاه نه عذیتش نگو تو بچم بخوابه، بیشو بچم بخوابه سرشو نمیدون ناز کرده رو پای من. خب اینجا رو نگاه کن، آنیان اینا سلوبله در آب، گفته اینترا چی؟ اینتراکرانیال دیستریبیوشنش کم میشه داخل مغزیش چون دیگه سلوبله دیگه، آب سلوبله. الیمینیشن مور رپید، در اینجا زودم هست میشه. اینا ویژگیاش. ادوانتج دی آر نات ریدیلی اکسیدایزیبل کن بی گیون اورالی، ولی دیمرکاپرول نمیتونستیم اورالی بدیم. چرا؟ چون اکسیدایزیبل. نگاه کن نمیشه که اکسیدایزیبل این آکئوس سولوشن، اویلی اینجکشن فقط، فقط اویلی اینجکشن.
بعد میگه که آقا یه کوچولو و من اینجا اینو من نمیفهم یعنی چی مثلا اینا به مونو وان میشن اون به دی یعنی همین دیگه یعنی دقیقاً اینا به دی فقط وان میشن سه بار مثبتن گفتم دو تا اینو میگیره یکیش میمونه اینا هم که دوان هم به دو وان میشن هم به یه دونه. خب advantage they are not readily oxidizable can be given orally مثلا گفته DMPS دیماوال کپسول اسمش چیه دیماوال کپسول they have much less adverse effect than ball adverse effectشون هم که دیگه افزایش ترشح بزاق و تاکیکاردی و هایپرتنشن اینا نمیدن دو سه الا چهار هر دوشون منتها سولفونیک اسید 100 میلی گرم اون یکی سوکسینیک اسید میبینی؟ نه اون پروپان سولفونیک اسید 100 میلی گرم سوکسینیک اسید 10 تا 20 میلی گرم یعنی گفته حدوداً 1 گرم دیلی یعنی چی؟ 10 تا 20 میلی گرم میشه 1 گرم دیلی بالایی رو باید میگفت نه؟ الا چهار تا 100 میلی گرم پر کیلوگرم نه دیگه پر کیلوگرم نداره دیلی ها ولی اینا گفته پر کیلوگرم این پر کیلوگرم نداره اینجا پر کیلوگرم داره مثلا طرف 10 کیلوه 10 تا 10 تا چه 100 تا طرف 100 کیلوه وقت میشه 1 گرم از این دوتا واتر سلوبلن ولی این یکی لیپید سلوبله قبوله؟ بالای لیپید سلوبله اسمشم چی بود؟ دیمرکاپرول یا بال سولفور و نیتروژن کانتینی متال کلاتور دیگه اون یکی که تموم میشه پس دیمتیل پروپان سولفونیک اسید متیل نه دیمرکاپتو و دیمرکاپتو سوکسینیک اسید این هم شکلاشون یه بار دیگه نگاه کنیم این اسم تجاریش هست کمت کپ اون اسمش هست دیماوال کپ از دی ام پی اس میشه دیماوال دی ام اس ای میشه چی؟ کمت خب ادامه میده سولفور و نیتروژن کانتینینگ متال کلاتور اونا فقط سولفور داشتن حالا اسم دارو پنیسیل آمین پنیسیل آمین رو ببین چه شکلی کشته کربوکسیل کربن آمینش که مثل آمین اسیده درسته بعد گروه ایزوپروپیل که روش تیول داره پنیسیل آمین یا دیمتیل سیستئین بله نگاه کن این تا اینجاش سیستئینه دو تا متیل نشسته رو سیستئین مرکوری ان لید اینتوکسیکیشن استفاده میشه در بیماری مثلا ویلسون دیزیز پنیسیلامین ویلسون دیزیز که اصلا مال کوپه بود این نوشه مرکوری و ویلسون دیزیز یعنی و کوپه دی پنیسیل آمین ترکیب کلات کننده آنتاگونیست فلزات سنگین و ترکیب ضد روماتیسم هم هست خب بذار من شکلشو بکشم کربوکسیل کربن NH2 کربن SH بگو دی متیل سیستئین درسته؟ اینجا گفته که اثر کلات کننده این دارو با فلزات سنگین نظیر سرب، مس، جیوه و آهن اینجا تازه آهن هم گفته کمپلکس های پایدار و محلول تشکیل میدهد که به راحتی از راه ادرار دفع میشود چه نوع ترکیب آنتاگونیستی بود؟ سولفور و نیتروژن کانتینینگ سولفور و نیتروژن کانتینینگ بعد اینکه
برای بیماری اینجا وقتی میگه مس یعنی بیماری کی؟ ویلسون. بعد گفته دیتیو کرب، بگو دیتیو کرب یا هی من احساس بکنم یه الان قد میشه. دیتیو کرب یا دی اتیل دیتیو کربامیکسید. خب ببین این که کربامیکه، اینم که تیولشه. دی اتیل دوتا اتیل، دی تیو دوتا تیو، کربامیکسید گفته با نیکل سی او چهار اینتوکسیکشن و ویلسون دیزیز. دی تیو کرب. دیسولفیرام نوشتم درمان کرونیک الکولیسم، اینهیبیت دوپامین، بتا هیدروکسیلاز، دوبوتامین، آگونیست بیوان، ولی ندارم دیتیو کر. خب بگو اضافه کنم دیتیو کر دوسته. چه شکلیه؟ یه نیتروژن و کربن اون برش دوتا سلفور این برش دوتا اتیل. گفته نیکل سی او چهار مرتبه و ویلسون، درسته؟ Limited indication because it can deliver certain metals such as cadmium and thallium to the brain. چون کادمیوم و تالیوم میفرسته تو مغز بایستی لیمیت بشه. سیدیو کیو تالیوم. ادورس افکت اینهیبیت استالدهاید دهیدروژناز دیسولفیرام لایک افکت داره. دی سول فیرام لایک افکت. چرا؟ چون داره استالدهاید دهیدروژناز اینهیبیت میکنه، چون اینهیبیت میکنه از استالدهاید دهیدروژناز. خب پنیسیل آمین آدر ایندیکیشن در سیستونوریا. نوریا اینجا گفته ترکیب ضد روماتیسمه. اینجا هم نوشه روماتید آرترایتیس. سیستون نه سیستین سیستین یوریا و روماتوید آرترایتیس که گفته اوبسولت دیگه شده، این دیگه استفاده نمیشه. خب حالا ببین اینجا چی گفته برای ترکیب ضد روماتیسمش. گفته مکانیسم دقیق این دارو شناخته نشده. پنیسیلامین سطح فاکتور روماتوئید ایمونوگلوبولین ام و کمپلکس های ایمنی را در سرم کاهش میدهد، همچنین فعالیت های لنفوسیت های تی را تضعیف میکند، ولی بر روی فعالیت لنفوسیت های بی تأثیری ندارد. پس فعالیت لنفوسیت های تی رو کم میکنه ولی روی بیا اثری نداره. بخاطر همین گفتن ضد روماتیسمه. حالا اینجا داره میگه پنیسیل آمین برای سیستینوریا روماتوید آرترایتیس که قبلا استفاده میشده ادورس افکت ایمیونو ریاکشن با تیول، آلرژی، کراس ریاکشن ویت پنیسیلین. اگه پنیسیلین هم استفاده بشه اون وقت کاملا کراس ریاکشن. اوتو ایمیونو سیستمیک لوپوس اریتراماتوس نفروزیز و ام جی میده، یعنی میاستنیا گراویس. میاستنیا گراویس اون بیماری بود که عضلاتشون ویک میشد دیگه نمیتونستن راه برن. آگرانولوسایتوزیز و آپلاستیک آنمیا. آپلاستیک آنمیا چه بیماری بود؟ هر سرده سلای خونی از استخون تولید نمیشدن. گفته پریدوکسال دیپلشن با آمین. حالا آمینش پریدوکسال دیپلشن میده. گفته پریدوکسین سنسیتیو پولینوروپاتی سیجر تیستینگ اند اسملینگ پرابلم.
خب پیریدوکسین یعنی چی؟ ویتامین B. پیریدوکسین سنسیتیو پولینوروپاتی. پیریدوکسین ویتامین B چند بود؟ یکی دیگه پیریدوکسان یا بی شیشه بی شیشه. ببین اینجا گفته که اینجا حتی بی سیستنوریا نام برده ها، اندیکاسیون ها راه مصرف و دوزاش گفته برای سیستنوری استفاده بشه تا دفع ادراری سیستئین کم بشه و مطمئن بشیم که عدم وجود سنگ کلیه هست. یعنی بیماری ویلسون رو نام برده، بعد گفته سیستنوری، آندروم روماتید یا سندروم فلتی و سیروز صفراوی اولیه و درمان کمکی در درمان مسمومیت با فلزات سنگی. بله اینجا قبلا هم گفته بودیم، نوشتم نفروزیز و اپتیک نورونایتیس میده. اپتیک نورونایتیس یعنی این بیماری نیتروژنش دیگه درسته؟ آره احتمالا به خاطر که ببین داریم که پولینوروپاتی میده. گفته که گرانولوسایتوپنی، ترومبوسایتوپنی، آنمی، هایمولیتیک، اینا همه با هم یعنی چی؟ یعنی آپلاستیک آنمیا. ببینی؟ اینجا گفته آپلاستیک آنمیا، اینجا همه را نام برده. لوکوپنی، ائوزینوفیلی، ترومبوسایتوپنی. بعد دیگه چی گفت؟ اینجا الان مثلا برای آدر گفته آرتراژی، لنفادوادی، پنومونی، تغییر در حس چشایی، طعم فلزی، سندروم گود پاسچر، آلوپسی، تبدارویی، میاستنی یا گرویز در صورت مصرف دراز مدت. گفته که کهیر، درماتیت اکسفلولیاتیف، اکیموز پورپوریک یا وزیکولار. نفروزیس اونجا نام برده، اینجا نگفته، اینجا خودم اضافه کردم و اینجا هم نوشتم که راکسیون های پنفیگوید یعنی مثل تاول. اینجا نوشتم راکسیون های پنفیگوید، کهیر، درماتیت، نه قبلا داشتیم تو فارماکولوژی. حالا آلرژی ریاکشن ویت پنیسیلین کلاس ریاکشن رو بنویسم. آلرژی میده کراس ریاکشن وید پنیسیلین، اوتوایمینو سیستمیک لوپوس اریتماتوس، اسلی، نفروزیس، نفروزیس و میاستنی یا اونا بقیهش بود. آگانولوسایتیز هم بود که بود. حالا بعدش چی شد؟ سیجر تیستینگ، سیجر تیستینگ تیست ان اسمل پرابلم، پلنوروپاتی هم هست، پیریدوکسین سنسیتیو پولینوروپاتی. پیریدوکسین سنسیتیو پولینوروپاتی. بیتیو کم خیلی بده از پنسیم آمین، پنسیم خیلی بده. آره کسی خواهد الکل مصرف کنه دیسولفرام لایک افکت داره. خودی سلفوران هیتروژن دی تیو کرب دی پنیسیلامین جفتشون راست کرد. حفظ شدی برا نیتروژن کانتینی متال کلاتور بعدی تیری انتین تیری اتیلن ستا اتیلن اینا اتیلن میگه چون قبلا اینا دو گانه بوده. تترا آمین تیری اتیلن تری اتیلن خب تترا آمین یا سیر یا سیپرین تری انتین. تری کجا بنویسم؟ تری بعد بعد اینجا باشه دیگه. با شما مامان با شما صحبت میکنم. اینجا قبلا نوشتم تری انتیم فور ویلسون دیزیز برای کوپر بوده. می‌بینی؟ الان بگو اسم دیگه‌اش چیه؟ سیپرین تری انتیم تری اتیل تری اتیلن بگو
اتیلن تترامین ترامین تترامین تری اتیلن تترامین اتیلن تترامین substitute for penicillamine when the later is not tolerable. وقتی که بیشتر پنیسیلامین رو نتونه تولرایت کنه این سابستیتوشه. اون قبل اون بالای این ان کانتین بود، این اس و ان کانتینه، این هم هم یک هم که گفتیم چیه؟ فقط اس ها، اس کانتین نامش یک بود دیگه. این چی بود اسمش؟ این چی بود اسمش؟ لویزیت شد بال باله. بعد این دوتا چی شد؟ دی ام پی اس دی متیل نه میگم دی ملکاپتو پروپین پروپان سولفونیک اسید این پروپان ارگسته اون یکی چی دی ملکاپتو سولفونیک اسید دوزارش بود این دوتا هم پنسیلامی و دی تیو کر حالا فقط نیتروژن گروه سوم. پس اول فقط سولفور بعد سولفور نیتروژن حالا فقط نیتروژن تیری انتی. حالا نیتروژن و اکسیژن کانتینی اتا ببینی؟ خود اتا و سودیوم کلسیوم اتا. جالب بود نه؟ خب بخون اتا مخفف چیه؟ اتیلن اتلامین خب اتیلن دی آمین این اتیلن اتیلن بعد دو تا آمین ببینی تترا استیک اسید چون من خودم اتیلن اتلامین تو باهوش. بعد گفته سدیم با کلسیم ادیتید داستان چیه؟ این همین دو مرتبه خب منتها رو این دوتا کربوکسیلاش دوتا سدیم نشسته ببینی؟ بعد روی این دوتا کربوکسیلا کلسیم نشسته و کلسیم باند داتیف با اون دوتا نیتروژن هم داده تازه با لید منگنز اینتوکسیکیشن استفاده میشه. بعد گفته استابیلیتی کانستنت برای سرتن اتا متال آیون کمپلکس برای کلسیوم 10^11 برای منگنز 10^13 و برای لید 10^18 فارماکوکاینتیک 4 تا کربوکسیل گروپ استرانگ ارگانیک اسید نات ابزورب فرام جی آی تی اینجکشن اینتراماسکولار یا اینفوژن دیستریبیوشن این دی اکستراسلولار اسپیس الیمینیشن بای گلومرولار فیلتریشن ادورس افکت پروکسیمال توبول دمیج اصلا حواست نیست بعد دوباره میخوای برگردی افتر لانگ ترم یوز دوز 2 to 1 gram پر دی اینفوژن کمتر از 0.5% سولوشن یا اینتراماسکولار. تو کتاب من گفته اتای کلسیوم سدیم یا کلسیوم اتا ترکیب کلات کننده آنتاگونیست فلزات سنگین برای مسمومیت بدون علامت و بدون انسفالوپاتی با سرب و یا غلظت سرب خون کمتر از 100 میلی ام سی جی پر دسیلیتر مسمومیت شدید با سرب همراه با انسفالوپاتی و یا غلظت سرب خون بیشتر از 100 تا مسمومیت با دیگر فلزات سنگین فلزات سنگین نظیر سرب جانشین کلسیوم در این دارو میشن. حالا چرا؟ نگاه کن داره میگه با کلسیوم که الان کمپلکس داده کمپلکسی پایدارش 10^11 ولی تمایلش به لید 10^18 پس سرب میاد جای کلسیوم تو کلات قرار میگه. فهمیدی؟ خب من شکلش سری برم کربن کربن نیتروژن نیتروژن کربن کربوکسیل ان آ اینم چی کربن سی او او کربن سی او او سی سی او او ان آ. حالا با یه رنگ دیگه اینجا بزنم ان آ ان آ اینم کلسیم نه برعکس بفلش بزنم اینا بان میدن اونا چیز میشن. شکل قشنگی کشیدم. خب حالا اینجا گفته که not absorbed from GIT درسته 4 تا کربوکسیل گروپ داره پس استرانگ ارگانیک اسیده
به خاطر 4 تا کربوکسیلش استرانگ ارگانیک اسید. درسته که استاتیک اسید دست ضعیفه، ولی چون 4 تا داره قوی میشه. بعد اینجا گفتش که ادورس افکت پروکسیمال توبول دمیج، اینجا میگه پروتئین یوری، هماچوری، بی اشتهایی، ضایعات پوست، سردرد، پارستزیا، تشنگی، میالژی، آرترالژی. بعد همین دیگه. خب 2 تا 1 گرم کلن 2 الی 1 گرم پرده ای اینفوژن برای چی؟ سرم. یا اینکه اینتراماسکولاری اینجکشن. Not absorbed from GIT, distribution in the extracellular space, elimination by glomerular filtration. میخونی من بنویسم؟ Elimination by glomerular filtration. Distribution in In the extracellular space, but no absorption from gut, only injection. ببین اینا الان گفت، بعد دوباره میاد میگه ادیت دیکوبالت، ترکیب شلات کننده آنتاگونیست سیانور. اگه دیکوبالت بشه سیانور؟ آره، نشد در مسمومیت شدید با سیانور استفاده بشه. بعد دوباره مطلب گفته ادیتیت دی سودیوم، فقط دوتا سودیوم داشته باشه، آنتاگونیست فلزات سنگین برای هایپرکلسمی. ببین اگه دوتا سودیوم فقط داره اون وقت کلسیوم نداره، وقتی کلسیوم رو بگیره، وقتی کسی که کلسیوم زیاده تو هایپرکلسمی استفاده بشه. و دیسریتمی های قلبی ناشی از دیجیتال، چون دیجیتال هم سدیم بلاک میکنه، کلسیم زیاد میشد دیگه. حالا کلسیم خب دیگه کلسیم خیلی زیاد شده، حالا میاد اینا میزنه، بعد احتمالا داره یه کار میکنه دیگه. بعد مکانیسم اثر با بسیاری از یون های دو ظرفیتی یا سه ظرفیتی تشکیل کمپلکس میده، بعد از تزریق این دارو سریعا از راه کلیه دفع میشه. بعد دو مرتبه گفته ادیتیت سدیم افتالمیک، می‌بینی؟ ترکیب کلات کننده و جابجا کننده کلسیم، درمان کمکی در کدورت قرنیه. کدورت کدر میشه. آره، ناشی از رسوب ترکیبات کلسیم. ترکیبات کلسیم که رسوب کردن چش تیره شده باشه، ادیتیت سدیم افتالمیک استفاده کن. منجر به ایجاد کمپلکس محلول می‌گردد. گرفتی چی شد؟ امداستین چی بوده؟ امداستین آنتی امتیکه؟ نه آنتی هیستامین 1 امداستین. انتروم بوپک تی پی او رسپتور آگونیست پر اوس. چی نوشتم واقعا؟ انتروم بوپک چی بوده؟ تی پی اوم شد ترومبوپایتی تی پی او رسپتور آگونیست اتروم بوپک is a medication that has been developed for condition that lead to thrombocytopenia. با تی پی او رسپتور باند میشه. Which is a physiological target of the hormone thrombopoietin. A thrombopoietin was discovered as a result of research collaboration between the فلان و فلان. اورفان دراگه در ترومبوسایتوپنیا این هم شکلش. خب ادامه بدیم. پس اتا جذب نمیشه از جایتی، ماست فقط تزریق داره، تو فضای خارج سلولی پخش میشه، الیمینیشنش با گلومرولال فیلترش از طریق کلیه است.
اون وقت ادورس افکتشن دیگه شاید به کلیه بعد لانگ بعد از لانگ ترم یوز آسیب بزنه. و تمایل استابیلیتی کنستنتش هم به لید 10^18 است، یعنی چند برابر این 10^18 را تقسیم بر 10^11 کنم چه 10^7 10^7 یعنی 1/7 درسته؟ 1/7 1/6 یه میلیون درسته؟ 1/7 10 میلیون برابر تمایلش میشه.